کتاب خاطرات ملکه پهلوی تاج الملوک آیرملو، همسر اول رضا شاه، مادر محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه کنندگان: ملیحه خسروداد، تورج انصاری، محمد علی باتمانگولیج، ناشر، مؤسسه انتشارات بهافرین. اگر تا الان من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین ویدیو با من همراه شید که در اینجا من از زنان تاریخ ساز و موفقی که در طول تاریخ نادیده گرفته شدن رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. باشد که توانسته باشم قدمی هرچند کوچک برای بانوان سرزمینم برداشته باشم. با من همراه باشید. آخرین روزهای رضا شاه. من درست یادم نیست چه روزی بود. اگر تاریخ دقیقش را می‌خواهید، باید از شمس سوال کنید. شمس تمام تاریخ‌ها و خاطرات عظیمت از ایران را یادداشت کرده و هنوز آنها را دارد. از تهران با یک اتومبیل بیوک و سه اتومبیل اسکورت را افتادیم. عده‌ای هم همراه ما بودند. بعضی ها که بی اطلاع هستند نوشتن من همراه رضا نبودم. من همراه رضا بودم تا جزیره موریس. بعد خود رضا اصرار کرد من به تهران برگردم و مواظب محمد رضا و علی رضا و سایر اعضای خانواده باشم. از تهران به طرف جنوب راه افتادیم، از راه قم به اصفهان و شیراز و از آنجا به بندر عباس رفتیم تا با کشتی به خارج از کشور برویم. مسافرت در این مسیر طولانی بسیار خسته کننده و آزاردهنده بود. رضا در طول مسافرت کم حرف می‌زد و بیشتر متفکر بود. رنگ و روی درست حسابی نداشت و به نظر می‌رسید بیمار است. آقای محمود جم که همراه ما بود گفت این بیماری مرض مخصوص سفر است و پس از رسیدن به مقصد اثرات آن از بین خواهد رفت. تا قبل از سلطنت رضا جاده در کشور وجود نداشت، ولی بعداً رضا هم شهرهای عمده را با جاده آسفالته و هم متصل کرد و جاده تهران تا بوشهر و بندر عباس را هم با مصالح خوب ساخت. به قم که رسیدیم اطرافیان توصیه کردند شب را در قم بخوابیم و فردا صبح حرکت کنیم. رضا که همیشه از ملایان روحانیون قم بدش می آمد و آخونها روحانیون را تحقیر می کرد، از ماندن در قم ابراز انزجار کرد و حاضر نشد در قم از ماشین ها پیاده شویم. رضا در طول سلطنتش لباس ملاها روحانیون را از تن اونها در آورد و اونها را مجبور کرده بود کلاهی شوند. کلاه پهلوی بر سر بگذارند. وقتی به قم رسیدیم با اشاره به همین مطلب اظهار داشت به محض آنکه از ایران خارج شوم باز عمامه ها را از تن صندوق ها در می آورند و بر سر می گذارند. علت دیگر نماندن در قم این بود که می گفتند آب قم سنگین است و مرض می آورد. شهری که رضا دوست داشت و در آن ماندیم یزد بود. رضا یزد را به این خاطر دوست داشت که ریشه مردم آن زرتشتی بود. رضا حضرت زرتشت را یک پیام‌آور الهی می‌دانست و می‌گفت زرتشت قبل از همه ادیان دیگر مردم را به یکتاپرستی دعوت کرده و او افتخار ایرانیان است. رضا می‌گفت فرق مهم زرتشت با سایر پیامبران این است که زرتشت خود را پیامبر خدا معرفی نمی‌کند، بلکه به مردم راه الهی و خدایی را نشان می‌دهد. رضا زرتشتی نبود. اوایل تظاهر به دینداری میکرد اما بعدها از دین و مذهب اسلام رویگردان شد و میگفت اسلام دین اعراب بادیه‌نشین است، چه دخلی دارد به ایرانی ها؟ خلاصه وقتی به یزد رسیدیم دوست داشت به ییلاق یزد که در آنجا یک چشمه مقدس زرتشتی ها در دل کوه وجود دارد برود و مدتی را در آنجا بماند، اما گوشش شل کرده بود و از درد گوش در عذاب بود. ماموری از طرف دولت انگلیس در یزد شرفیاب شد و برنامه حرکت کشتی را اطلاع داد. ما اگر می‌خواستیم سر موقع به کشتی برسیم نمی‌توانستیم در یزد بمانیم. ناشارم با آنکه رضا تب کرده بود و از درد گوشم عذاب می‌کشید، روز 31 شهریور ماه عازم کرمان شدیم. قصه شب‌های کرمان نیست اینجا گفتی، روز محشر
این سر تومار وا خواهیم کرد. در کرمان کنسول انگلستان همراه با مقامات محلی به استقبال آمدند و چون از یزد تلگراف شده بود که رضا حال ندارد، برایش پزشک متخصص حاضر کرده بودند. این پزشک آقای دکتر جلوه رئیس بهداری لشکر کرمان بود. دکتر جلوه فوراً رضا را معاینه کرد و نسخه نوشت. آقای جم رفت و داروها را از داروخانه کرمان گرفت و آورد و مطابق دستور دکتر به استعمال داروها مشغول شدیم. چون دکتر جلوه دستور داده بود رضا حداقل باید 48 ساعت استراحت کند، کنسول انگلیس به بندر عباس تلگراف کرد تا حرکت کشتی بندر را که متعلق به شرکت کشتیرانی بریتیش ایندیا یا اسمیر نویگشن بود 48 ساعت به عقب بیفتد. رضا هرگز در روی رخت خواب به استراحت نمی پرداخت. او مانند زمان سربازی دوست داشت در روی زمین به استراحت بپردازد و به همین جهت رخت خوابش را همیشه روی زمین می انداختن. در کاخ مرمر که محل کار رضا بود همیشه یک تخت خواب چوبی در اتاق خواب رضا وجود داشت، ولی این رخت خواب موقع استراحت و خواب رضا از روی تخت خواب برداشته و روی زمین گسترده می شد. در سفر به اصفهان و یزد و کرمان هم با وجودی که در منزل کازرونی در اصفهان و در منزل مسکونی آقای ارجمند در کرمان اقامت کردیم و اتاق مجهز به تخت خواب هم وجود داشت، ولی از تخت خواب استفاده نشد و رضا روی زمین خوابید. کنسول انگلستان در کرمان شخصی به نام فالکر بود و منشی کنسولگری هم یک ایرانی به نام محمد گلداری بود. محمد گلداری روز اول مهر ماه به ملاقات من آمد و اطلاع داد که کشتی بندر را که در بندر عباس لنگر انداخته بیش از 3 روز در بندر نخواهد ماند و اگر اعلیحضرت و همراهان خودشان را به بندر عباس نرسانند و کشتی برود، در این شرایط جنگی معلوم نیست کشتی بعدی چه موقع برسد. شب 5 مهر ماه سال 1320 به بندر عباس رسیدیم. آثار ملالت و خستگی مفرط ناشی از عبور و تردد در مسیر پرسنگ لاغ کرمان، بندر عباس در چهره همه ما مشهور بود. به خصوص رضا خیلی هلاک شده بود. در بندر عباس برای استراحت به خانه آقای احمد گلداری رفتیم. آنهایی که در طول این 20 سال رضا را متهم به مال‌اندوزی و ساختن قصر و کاخ می‌کردند کجا بودند بیایند و خانه‌های متمولین اصفهان و یزد و کرمان و بندر عباس را ببینند. یک نفر که شاه مملکت است همه چشم‌ها متوجه او می‌باشد و بقیه بدون آنکه تحت نظر و کنترل و انتقاد باشند می‌زنند و می‌برند و می‌خورند و هیچ کس هم کاری به کار آنها ندارد. در بندر عباس هم درد گوش رضا را ول نمی کرد. احمد آقای گلداری به رضا تریاک تجویز کرد. این تریاک که می گویند دوای هر درد است و خودش درمان ندارد، درد گوش رضا را بند آورد. ساعت 8 صبح فردا رضا به اتفاق محمد جم و جمعی از همراهان که در معیت بودند و ما که از پشت سر می رفتیم وارد اداره گمرک بندر عباس شد. در آنجا گارد احترام گذاشته بودند و سربازان انگلیسی و هندی هم بودند که تشریفات نظامی به علامت احترام به جا آوردند. سردر گمرک هم آذین بندی شد و تزیینات و شاخه های گل زده بودند. رضا که خسته و عصبانی بود به جای آنکه جواب احترامات نظامی را بدهد تغییر کرد و گفت اینها دیگر برای چیست؟ در اتاق رئیس گمرک هم وقتی چشمش به عکس خودش افتاد که در بالای اتاق نصب شده بود، خطاب به رئیس گمرک گفت این عکس دیگر لازم نیست، آن را پایین بیاورید و عکس ولی عهد را بزنید. پس از انجام تشریفات لازم از طریق اسکله وارد کشتی شدیم. ناخدا و خدمه کشتی به نشانه احترام به میهمان عالی قدر خود روی عرش صف کشیده بودند. رضا کلاهش را به دست داشت و بین صورت خود و آفتاب که نور آن از سمت شرق میتابید برای مشاهده شهر از روی اسکله هایل میکرد. من قبلا با کشتی مسافرت کرده بودم و آن هنگامی بود که از بندر پهلوی با کشتی به بندر آستاراخان شوروی و از آنجا با قطار به اروپا رفته بودم. اما این کشتی چیز دیگری بود. یک کوه آهنین شناور روی آب به نظر می رسید. رضا گفت در فکر مملکت و زحماتی هستم که طی 20 سال کشیدم.
تا آن خرابه را به پایه ممالک مترقی برسانم. گفتم گور بابای این حرف ها طوری نشده است. به هر حال باید روزی محمد رضا جانشین شما می شد. حالا این طور شده است. رضا گفت درست سرنوش ناپلئون را پیدا کردم. مگر نمی بینی؟ ما را به تبعید می فرستم. رضا خیلی به سرنوشت و زندگی و روحیه نظامیگری ناپلئون علاقه داشت و همیشه خودش را با ناپلئون مقایسه می کرد. گفتم این تبعید نیست، یک مسافرت موقت است. وقتی سر و صداها خوابید به مملکت بر می گردیم. گفت به دلم برات شده دیگر ایران را نخواهم دید. ناراحتی زیاد رضا از بیوفایی مردم بود. باید عرض کنم مردم نه تنها از استعفای رضا و رفتن او از مملکت ناراحت نشدند و در برابر مداخله متفقین برای مجبور کردن رضا به استعفا عکس العمل نشان ندادند، بلکه در کمال چشم سفیدی ابراز خوشبختی و خوشحالی هم کردند و روزنامه ها هم که تا سوم شهریور 1320 دعاگوی رضا بودند شروع به حتاکی و فحاشی نمودند. رضا از این تغییر حالت مردم خیلی ناراحت بود. آقای محمود جم که پیرمرد سرد و گرم چشیده‌ای بود به رضا گفت که نباید ناراحت باشد. این خاصیت عوام است که در ایام قدرت حکام مجیزگوی آنها هستند و در ایام ضعف پنجه به روی آنها می‌کشند. عزیزانم اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگولارم به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.